کارنتینشون کمه، میگن من نفسم که بکشم چاق میشم و این دلیل کمبود کارنتین هست. مکمل ال کارنتین رو به صورت مصنوعی وارد میکنه و خدمتون گفتم تو زنان باردار و شیرده اصلا توصیه نمیشه، گرچه خب منافع بسیار زیادی رو هم تو افراد سالم و تمرین کرده و مخصوصا آقایون داره. مطالعه نشون میده که بعد از 12 هفته دریافت کارنتین، زنان علاوه بر کاهش وزن و دور کمر، گلوکوز خونشون رو هم به حد نرمال رسانده بودن و عوارضش ممکنه تهوع، استفراغ، اسهال و گرفتگی شکم و بوی بد دهان باشه. کروم یک ماده معدنی که خب معمولا تو محصولات کاهش وزن وجود داره، حتی مثلا دیابتی ها هم برای کروم در واقع تو قرصاشون ممکنه کروم داشته باشه، برای همین هم خب خیلی مورد استفاده قرار میگیره. کروم در شکل سه ظرفیتیش خب در انسان مورد نیاز حتما، صورت بسیار زیادی در کلم بروکلی، آب انگور، گوشت گاو و حالا سیب زمینی یافت میشه و خب اکثر غذاهامون هم حاوی کمتر از 2 میکروگرم کروم داره در هر وعده. ممکنه با بعضی از داروها تداخل داشته باشه، پس باید با پزشک حتما مشورت کنیم. گلوتامین خب پروتئینش ال گلوتامین مکملشه، یه اسید آمینه غیر ضروریه که نه تنها یک منبع انرژی مهم برای بدنه بلکه برای کاهش وزن هم استفاده میشه. در فرایندهای متابولیک خیله و در تعادل انرژی در بدن، سلولهای مختلف و بافتهای مختلف کمک میکنه. حتما باید قبلش با پزشک برای دریافتش صحبت کنیم. در رابطه با چای سبز و حالا چای ماچا، خب خیلی دوستان صحبت زیاد شده. یکی از مکملهای طبیعی هست که خیلی استفاده میکنن به واسطه دارا بودن آنتی اکسیدان های زیاد، خب توصیه میشه به جای حالا چای سیاهی که مصرف میشه و دریافت میشه که اکثرا هم خب اسانس و مواد مختلفه، توصیه میشه که حالا چای سبز و چای ماچا داشته باشه. چای ماچا نوعی پودر چای سبز خوش رنگ فسفوری، تقریبا سبز حالا زمردیه که تو ژاپن خیلی استفاده میشه. خب تو ژاپن گفتم با آسیاب های گرانیتی پودر میشه تا کلروفیل در اون آن به اصطلاح نسوزه، که خب نکته جالبیه. از آنتی اکسیدان های بسیار مهمی که در داخل چای ماچا به نام کاتچینه که خب تو چای سبز هم وجود داره، که گفته در چای سبز ماچا بیشتر از انواع چای سیاه وجود داره. خود چای سبز در چین خیلی استفاده می شده و آنتی اکسیدان های بسیار بسیار زیادی داره، خب چون کاتچین هم داره از تو اکسیداسیون چربی بسیار مؤثر هست و خب آنتی اکسیدان های خوبی داره و برای کاهش وزن هم مؤثره. پروتئین آب پنیر یکی از پروتئین های اولیه در محصولات لبنی که متاسفانه دوستان دورم ریخته میشه و اگر بدونن چقدر ارزشمنده، مثل آب برنج بسیار بسیار پروتئین ها و ویتامین های خوبی داره، برای ارتقای ورزش موثره. تحقیقات نشون میده که موجب حتی آنابولیسم و مثل استروید ها در روند عضلات سازی موثرن، ولی خب استروید ها بسیار آسیب زان، ولی خب پروتئین آب پنیر اتفاق براش نیست. افرادی که خب حساسیت لبنیاتی دارن و معده و گوارششون دچار اختلال میشه توصیه نمیشه. مثلا اینکه آنتی بیوتیک های خاصی مصرف میکنن را تو شیمی درمانی ها و توی موارد عفونت های مختلف هم توصیه میشه که حتما و حتما، چون اثر میذاره روی پوکی استخوانشون، برای کاهش اون توصیه این میشه. حالا یا کسایی که کورتون مصرف میکنن چون پوکی استخوان میگیرن، توصیه میشه که آب پنیر رو دریافت کنن. دوستان عزیز، امیدوارم که این موارد به دردتون بخوره، کاربردی استفاده کنید، در جمع خانواده برای خودتون، خانواده، شاگرداتون از این اطلاعات استفاده کنید و انشالله علمی که یاد میگیریم رو در جهت عمل مورد استفاده قرار بدیم. خسته نباشید، تا درسی دیگر و جلسه دیگر، خدا نگهدار.